درود بر شما بینندگان بسیار گرامی، سنا روحانی هستم. در آغاز مایلم از تمام بینندگان عزیزی که محبت می کنند و با ما تماس می گیرند، پیشنهادات، پرسش ها و انتقادات خودشون رو با ما در میون بگذارن تشکر بکنم. میدونم که بعضی اوقات برقرار کردن ارتباط شاید سخت باشه، ولی امیدوارم که شما همچنان بتونید این تماس ها رو با ما داشته باشید. و در آغاز این برنامه بگم که این برنامه به صورت زنده پخش نمیشه، بنابراین اگر مایل هستید حتما با ما تماس بگیرید. اگر روی پیغامگیر رفت پیامتون رو برای ما بگذارید و اگر تماس برقرار شد خوشحال میشیم که پرسش ها و نظراتتون رو در مورد این برنامه هم داشته باشیم. وقتی صحبت از بنیادگرایی مذهبی میشه یا فاندمانتالیسم، مقصود چه هست؟ مشخصه های این نوع تفکر کدام هستند و چگونه خودشون رو در سطح اجتماعی و سیاسی نشون میدند؟ آیا ما این بنیادگرایی مذهبی رو در تمام ادیان و تفکرات ادیان میبینیم؟ این پرسش ها را از میهمان امروز برنامه برای فردا خواهم کرد. ایشون خانم نادیا ریاضتی هستند، محقق در دوره دکترای جامعه شناسی جهانی شدن. بنابراین با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه این گفتگو را شروع خواهیم کرد. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید خانم ریاضتی. متشکرم از دعوت شما، خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. همینطور عرض سلام و ارادت دارم خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه. موضوع صحبت ما در ارتباط با بنیادگرایی مذهبی هست. وقتی که ما صحبت از بنیادگرایی مذهبی می‌کنیم، هدف چه هست؟ مقصود چه هست؟ مشخصه های این نوع تفکر کدام یک هستند؟ بله، بنیادگرایی مذهبی یا به طور کلی تفکر فاندامنتالیستی شکلی از تفکر هست که به ویژه در پاسخ به روند سکولار شدن جوامع خود رو نشان داده، یعنی یک واکنش و پاسخی هست به جریان سکولار شدن جوامع. وقتی میگوییم جریان سکولار شدن جوامع، به طور خاص مقصود من مارژینالیزه شدن دین هست، یعنی به حاشیه رانده شدن دین در جوامع. و این رو ما مشاهده میکنیم به ویژه در جوامع غربی، به جهت اینکه رفته رفته دین به حاشیه رانده شده، یا به اصطلاح دین به فضای خصوصی انسانها بیشتر رانده شده، بیشتر از اینکه بخواهد خود رو در متن جامعه نشان بده یا اینکه پذیرفته بشه که در متن جامعه خود رو نشان بده. این شکل خاص از تفکر و همینطور جنبش های مرتبط با اون به وجود آمده که به اون میگویند بنیادگرایی مذهبی، و در مقابل اون گروه های معتدل یا لیبرال یا آزاد اندیش در یک مفهوم اون البته قرار می گیرن. البته این نکته رو به جا هست عرض بکنم که در جوامعی که سنتی هستند، یا جوامعی که البته مقصود من لزوماً این نیست که جوامع سنتی رو در مقابل جوامع غربی یا مدرن قرار بدم، اما اینطور که دیده میشه در جوامعی که در معرض نوسازی یا مدرنیته یا تفکر مدرنیسم قرار میگیرند یا قرار گرفته اند، جنبش های بنیادگرایانه یا تفکر بنیادگرایی مذهبی در اونجا یک پاسخی است به تهاجم مدرنیته به این کشورها یا به این جوامع که جوامع سنتی می توانیم اونها رو بنامیم. اما سوال کردید از مشخصه های تفکر بنیادگرایانه و به طور خاص بنیادگرایی مذهبی، بازگشت به مذهب، بازگشت به اصل مطلب مذهب یا دین و ریشه های اون. از جمله ویژگی های تفکر بنیادگرایانه
گزینشگری هست. بعد از این که عرض کردم که یک واکنشی هست به رانده شدن دین به فضای خصوصی یا به حواشی در اصطلاح، گزینشگری است. مقصود از این گزینشگر بودن چه چیز هست؟ یعنی اینکه بنیادگرایان یا کسانی که تفکر بنیادگرایی مذهبی دارن، کسانی هستند که وقتی با متون دینی برخورد می‌کنند، بخش‌ها یا قسمت‌هایی از اون آیات به اصطلاح یا از اون متون دینی یا اون متون وحیانی که اهل دین اونها رو متون الهی در نظر میگیرند رو انتخاب میکنند و فقط و فقط اون رو متمسک میشوند و اون رو از متن اصلی اون جدا میکنند به جهت اینکه اون چرا که میکنند بتوانند قانونی جلوه بدهند و یا اینکه اون رو مشروع جلوه بدهند. به اصطلاح این افراد در برخورد به آثار مذهبی به جهت اینکه بتوانند اون چرا که خود میکنند رو مشروع جلوه بدهند و یا اینکه توجیه بکنند، حتی در برخی از مواقع بدون اینکه قصد سوءی رو داشته باشند این کار رو انجام میدن. اگر در متن سیاسی قرار بگیرند مسلماً پیامدهای مخوفی رو خواهد داشت. تأکید بر این که همین است و همین است و جز این نیست و فقط همین است که درست است. خب اگر اینا از متون دینی برخواسته بشه یا گرفته بشه، باید یک اصلیتی داشته باشه که درست باشه، یعنی بله. باید درست باشن. حالا اگرم چنانچه از اون متن کامل برداشته شده، ولی حقیقتش باید درست باشه. حقیقت اون باید درست باشه، بله. ولی من یک مثال در پاسخ به سوال شما میزنم. وقتی به عبارت به عنوان مثال این عبارت یا اصطلاحاً این آیه از متون اسلامی برگرفته میشه، وقتی که شما برخورد میکنید به عبارت لا اله الا الله و فقط لا الهه اون رو ببینید و بردارید و بگویید که این چیزی است که اسلام میگوید، آیا به نظر شما این صحیح هست؟ یعنی آیا اسلام میگوید لا الهه، خدایی نیست، یا میگوید لا الهه الا الله، درسته، خدایی بجز خدا نیست؟ بنیادگرایان کسانی هستند که بخشی از یک آیه رو به جهت اینکه منفعت خود اونها ایجاب میکند، به ویژه اگر در متن سیاسی قرار بگیرند، انتخاب میکنند و بخشهای دیگر رو کنار میگذارند و به اون تمسک میکنند و میگویند دین چنین گفت و چون دین چنین گفته و حقیقت فقط همین است و جز این نیست، پس ما هم بر مبنای همین عمل میکنیم، پس آنچه که ما میکنیم درست هست. به نظر شما آیا تمام بنیادگران مذهبی این گونه عمل میکنن؟ بنیادگرایی مذهبی اصلا همین هست. یعنی شما بخشهایی از یکی از ویژگی هاش همین هست. شما بخشهایی از یک آیه، بخشهایی از یک متن مقدس رو میگیرید و به اون تمسک میکنید با تعبیر و تفسیری هم که خود دارید، خود شخص از اون داره یا یک گروه به خصوصی از اون دارن و بر اون مبنا تمام اونچه رو که میکنن توجیه میکنن و به نام مثلا خداوند و دین چنین و چنان میکنند و مثلا میکشند، از میان میبرند گروه های دیگر رو و متمسک هم هستن به همون آیات و شما اگر نگاه بکنید اون آیات رو برای شما بیان میکنن. و البته این خصیصه نظر به اینکه من مثالی از اسلام رو زدم، اما بنیادگرای مذهبی محدود به جوامع اسلامی نیست یا نمیشه. بنیادگرای مذهبی و تفکر بنیادگرایانه محدود به یک دین به خصوص یا یک جوامع دینی به خصوص نیست، در هر جامعه دینی قابل رؤیت هست. بنابراین گزینش کردن همچون سربازانی که به جایی میریزند و میخواهند چیزی رو چپاول و غارت بکنند، آلوده کردن یک متن مذهبی است و گزینش کردن بخش‌هایی از اون و باقی گذاشتن بقیه اون، یعنی در واقع تخریب و تضییع کردن متون مذهبی با تکیه کردن به بخش‌هایی از اونها برای منافع شخصی. و یا حتی اگر افراد در یک بحث ساده میان فردی به چیزهای تمسک میکنند و فقط هم بر همون چیز تاکید میکنند و فقط هم همون رو درست میدانند و جز اون رو درست نمیدانند و این پیامدهای خیلی مخوفی رو هم حتی در سطح فردی و در روابط میان اشخاص خواهد داشت، این یکی از مشخصهای اون هست. مورد دیگری که من عرض کردم گزینشگری در برخورد با مدرنیسم و تفکر مدرن هست. وقتی میگوییم مدرن به هیچ عنوان، نکته اینجاست که قصد این رو نداریم یا من ندارم که بگویم که یا قائل بشوم به این که تفکر مدرن امتیازی دارد به تفکر سنتی و یا اینکه مدرن رو مطلوب خود بدانیم و تفکر سنتی یا سنت رو مطلوب ندانیم، به هیچ وجه. فقط
به این جهت که این نام بران اطلاق شده ذکر می کنم تفکر مدرن یا مدرنیته. یکی دیگر از در واقع عرصه ها و زمینه هایی که تفکر بنیادگرایانه یا افراد اصولگرا یا بنیادگرا در اونها با این خصیصه گزینشگر بودن برخورد میکنن عرصه و فضای مدرنیسم هست. یعنی مثلا وقتی با صنعت یا با تکنولوژی برخورد میکنن با اینها هیچ مخالفتی ندارند، از اینها استفاده میکنند و بهره میگیرند برای اینکه همون تفکرات بنیادگرایانه رو به پیش ببرن و حتی همون تفکراتی که میتوانند ضد علم و عقل باشن، همون علم و عقلی که باعث پیدایش صنعت و تکنولوژی شدند و اونها از اون استفاده میکنند. ملاحظه میکنید اساسا بنیادگرایی هم در یک واکنش به مدرنیسم و هم در یک تعامل با مدرنیسم شکل گرفته، یعنی هم در یک ریاکشن و هم در یک اینتراکشن به وجود آمده و شکل گرفته. این یکی دیگر از مشخصه های تفکر بنیادگرایانه هست. مشخصه سوم بنیادگرایی مذهبی رو میتوانیم به مطلق بودن و جنبه اطلاق دادن به مطالب و یا متون مذهبی اشاره بکنیم و خطا ناپذیر بودن. بنیادگرایان معتقد هستند به اینکه یک متن دینی حقیقتی که در اون وجود داره مطلق هست و جز اون نیست و مطلقاً خطا ناپذیر هست. خب مگر مؤمنین تمام ادیان این گونه نگاهشون نیست به آثار خودشون، به متون خودشون؟ اینطور هست ولی در میان این مؤمنین یا در میان کسانی که در واقع ایمان دارن به یک دین، همه اونها مثلا مسلمان هستن یا بهایی هستن یا مسیحی هستن، هر دینی رو که دارن، در بین اینها ما افرادی رو میبینیم که همگی ایمان دارن به حقیقت اون دین ولی به صورت‌های متفاوتی اون رو میبینن و درک میکنند. وقتی میگوییم در واقع مطلق بودن، البته من مطالبی رو که بعداً عرض خواهم کرد این مطلب رو بیشتر روشن میکنه که این مرتبط هست با خصیصه دیگر تفکر بنیادگرایی و اون تفکر دایکاتمیک هست، یعنی اینکه همه چیز یا سیاه هست یا سفید، هیچ چیزی بین سیاه و سفید وجود نداره، همه چیز یا خوب است یا بد، هیچ چیزی در این میان نیست. یعنی وقتی میگویند که این امر درست هست فقط همین است که درست است، دیگر نگاه نمی کنند مثلا به زمینه، به زمینه زمانی یا مکانی. مثلا وقتی میگوییم که اگر که در ارتباط ادیان مختلف با یکدیگر نگاه بکنیم، به عنوان مثال میگویند که حلال حضرت محمد حلال است تا ابد و حرام او حرام است تا ابد، ولی ذکر نمی کنند که به عنوان مثال در خود این حدیث هم آمده که الی یوم القیامت، تا یوم قیامت حلال و حلال است و حرام و حرام، و حال مقصود از قیامت چیز، قیامت قیام مظهر امر بعث هست یا ظهور دیانت بعث هست، همینطور که در خصوص اسلام برای مسیحیت چنین بوده و ما می بینیم که اهل دیانت حضرت مسیح یا مسیحیان به خاطر همین متوقف شدند که تصور میکردند که حضرت مسیح گفته است که کلام من هرگز زائل نخواهد شد. درسته. این هم همون مفهومی رو داره که حضرت پیغمبر ذکر میکنند که حلال من تا قیامت حلال هست، یا به همین ترتیب حضرت موسی، و ما میبینیم که در آثار بهایی هم ذکر شده است که ظهور الله در هر ظهور که مقصود از آن مشیت اولیه باشد بها الله بوده و خواهد بود. بنابراین اگر که بخواییم مثل اونها تمسک بکنیم، به همون صورت تمسک بکنیم، ما هم پس باید بیاندیشیم فقط همین است که درست است و همین است و غیر از این نبوده و نخواهد بود. این چون این میشود که ما دوچار یک همچین تفکری میشود و این میشود تفکر بنیادگرایانه. پس بنابراین در هر دینی ما میتونیم این شاید این نوع تفکر رو پیدا بکنیم، بستگی داره همطور که شما توضیح دادید به برداشت پیروان اون دین. بله کاملا، و یک نکته مهم این است که در میان پیروان همه ادیان ما ملاحظه میکنیم شکل‌های این که معتدل نگاه میکنن به یک متن دینی یا خیلی خیلی به صورت اکستریم یا افرادگرایانه نگاه میکنن. خصیصه دیگر بنیادگرایی کاملا مرتبط هست با این، و اون دیدن یک مرز در بین افراد رستگار به واسطه ایمان آوردن اونها به یک دین هست، کسانی که به جهت اینکه ایمان آوردن رستگار شدن، و کسانی که ایمان نیاوردند و اهل مثلا دوزخند، خودی و غیر خودی، درسته؟ یا بیگانه و
بله، البته اون در جنبه اجتماعی اون معنا پیدا میکنه، در سطح این که خود افراد به چه صورتی میاندیشند، خودی و غیر خودی یا یار و اغیار، در زمینه خود جامعه و میزان پذیرش افرادی که عضو یک جامعه دینی نیستند معنی پیدا میکنه، که البته به اون حتما خواهم پرداخت. ولی در اینجا منشأ اون این تفکر میتواند باشد و این تفکر در خیلی از مواقع وجود دارند که ما گمان میکنیم که هر کس که مثلا اگر مسلمان هستیم تصور میکنیم که هر کس به امر حضرت محمد یا به دیانت اسلام مؤمن هست او رستگار هست و غیر از او دیگران که مؤمن به ادیان دیگر هستند از اون رستگاری برخوردار نیستند، یا اگر مسیحی هست هر کس که به حضرت مسیح ایمان آورده او رستگار هست و غیر او نیست. همینطور در بین بهائیان اگر چون این تصور و تفکری وجود داشته باشد که هر کس که مؤمن به بهاءالله هست او رستگار هست و غیر او چنین نیست و اهل دوزخ اند و گمراهند، این تفکر تفکر بنیادگرایانه هست. آثار بهایی به کلی ما رو از این امر منع میکنند. خیلی ممنون خانم ریاضتی. یه میان پرده داشته باشیم. دوستان عزیز، اطلاعات تماس رو با هم میبینیم و بعد برمیگردیم در ادامه گفتگو. بینندگان عزیز، ممنون که همچنان با ما همراه هستید. ما با خانم نادیه ریاضتی نشستیم و در ارتباط با موضوع بنیادگرایی مذهبی داریم صحبت میکنیم. خانم ریاضتی، شما بعضی از مشخصهای این نوع تفکر رو فرمودید. آیا مشخصهای دیگه هم همچنان هست؟ بله، یکی دیگر از مشخصهای تفکر بنیادگرایانه اعتقاد به لزومه، توجه میفهمید، اعتقاد به لزوم داشتن یک دولت یا حکومت مذهبی است. یعنی ضرورت حکومت مذهبی و این لازمه اش سرنگون کردن یا به زیر کشیدن دولت مدنی است. یعنی داشتن یک همچین تفکری که دولت غیر مذهبی، مثلا دولت مسیحی، دولتی که مبتنی است بر اصول انجیل، یا دولت اسلامی، دولتی که مبتنی است بر شریعت، شریعت اسلام، یا نیاز به داشتن حکومت بهائی، حکومت یا دولتی که بخواهد مبتنی باشد بر شریعت یا قوانین بهایی، نه تعالیم، قوانین یا همون شریعت که معادل اون در اسلام یا در ادیان دیگر هم هست، این از جمله ضرورت‌های تفکر بنیادگرایانه است که مردود هست البته در امر بهایی که بعداً بیشتر به اون میپردازیم. یعنی از لوازم بنیادگرایی مذهبی یا تفکر اصولگرایانه مذهبی اعتقاد به نیاز به حکومت داشتن یک توکراسی هست یا یک حکومت مذهبی هست، و همینطور حتی اگر چون این حکومتی هم موجود نباشه این تفکر وجود داره که روزی چنین خواهد شد و ما بر همه جهان سیطره سیاسی و حکومتی و دولتی پیدا خواهیم کرد و چون این روزی هم خواهد رسید و لازمه اون تلاش برای از میان برداشتن دولت مدنی است یا قوانین مدنی است. این یکی دیگر از مشخصه های تفکر بنیادگرانه هست. البته شما می توانید که در تفکر افراد مختلف صرف نظر از این که اینها داره چه جایگاه یا یک پست یا یک مقامی در دولت یا در سیاست هستن، در بین افراد عادی جامعه شما می توانید که رگه های از این تفکر رو در خیلی از افراد در تمام جوامع دینی ملاحظه بکنید. ولی مایلم که یه نمونه هایی رو بفرمایید که مثلا اگر افرادی هستن که این گونه تفکرات رو دارند چطور میتونن در سطح اجتماعی کشور خودشون یا سیاسی عمل بکنند؟ بله حتما. ببینید، یکی از این موارد به عنوان مثال در سطح اجتماعی بنیادگران مذهبی که خیلی این رو میتوانیم تعمیم بدهیم در بین جوامع مختلف، خیلی تمایل دارند به کنترل زنان
در جوامع و یا محدود کردن زنان در جوامع. نمونه اون در خود امریکا مشاهده شده، کمپینی به نام کمپین مورال ماجوریتی یا اکثریتی که به اصول اخلاقی پایبند هستند، اونها این کمپین رو درست کردن. چنین کمپینی هدفش این بوده است که در مقابل اصلاحیه هایی که برای در واقع برابری حقوق زنان با مردان رأی دادن و اعمال شدن بایسته و با اونها مخالفت بکند به نام اخلاق. این و ما این رو میبینیم در جوامع غربی هم وجود داشتن، در جوامع شرقی هم هستن، در ایران خود ما وجود دارند. این از مشخصه های همون تفکر در واقع بنیادگرایانه هست و باز هم عرض میکنم محدود به یک دین خاص یا به یک جامعه دینی خاص نیست. نکته بسیار مهم این است که خیلی از مواقع دین نیست که حکم میکنه، اون چیزی که باعث چنین طرز تفکری می شود خود جامعه دینی است و برداشت هایی است که اونها از اون دین دارند. و جای تأمل هست که بیشتر از به نام اخلاق همیشه میخوان خانم ها رو محدودتر بکنن. بله، البته عرض میکنم برخی از موارد این جنبه های سیاسی هستن که درسته. دخیل هستن، ولی خیلی از مواقع هم هست که ریشه های این تفکر رو ما میتوانیم در خود افکار افراد جامعه پیدا بکنیم، افرادی که هیچ نقشی هم نقش خیلی عمده ای هم در سیاست ندارن. مقصود من این است که یک پست سیاسی به خصوصی ندارن و همینطور در سطح سیاسی همینطور که عرض کردم از مشخصه های تفکر بنیادگرایی اعتقاد به لزوم تئوکراسی هست یا یک حکومت مذهبی هست. نمونه اون برنامه‌ای است که از اون حمایت شد برای روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، یعنی تشویق مردم و متذکر شدن به لزوم یک حکومت مذهبی. و ما اون رو در سطح سیاسی هم به وضوح میبینیم و پیامدهای مخوف اون رو هم مشاهده میکنیم. خانم یزدی، صحبت ما در ارتباط با بنیادگرایی مذهبی هست. این نوع تفکر چگونه به سنتگرایی مذهبی نگاه میکنه؟ سوال خوبی است. در پاسخ به این سوال من باید اینطور عرض بکنم که بنیادگرایان رو میتوانیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته اونها سنتگرایان هستند، یعنی کسانی هستند که به سنت علاوه بر متون دینی توجه میکنند و دسته دیگر کسانی هستند که متون دینی رو مورد توجه قرار میدن و جنبه اطلاق و خطا ناپذیری رو به متون دینی میدهند. اما دسته اول رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این جنبه اطلاق و خطا ناپذیری رو بست میدهند تا به سنت. مثلا وقتی که نگاه میکنیم به جوامع مسیحی، به عنوان مثال برای ساختار کلیسا اگر که به کتاب مقدس مراجعه بکنیم آیات خیلی کمی رو میبینیم یا اصلا شاید مطلبی رو ملاحظه نکنیم در خصوص اینکه مثلا ساختار کلیسا به چه صورتی باید درسته باشه و یا اینکه به چه صورتی باید کلیساها اداره بشوند. در این مورد اینها رجوع میکنند به سنت، یعنی اینکه قبلا چطور بوده و حالا بر همون مبنا میخواهند عمل بکنند صرف نظر از اینکه زمان تغییر کرده یا مکان تغییر کرده. یا وقتی به اسلام برخورد میکنیم دو مفهوم سنت و اجماع رو کاملا میبینیم. در اونجا به عینه به کلمه سنت اشاره میشه و به اجماع اشاره میشه. سنت که در واقع برمیگرده به سیرت و رویه زندگی حضرت پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین از ابتدا تا انتها، یعنی هر 11 امام به جهت اینکه انتظار امام غائب رو هم دارند. بله، این رو میگویند سنت، صرف نظر از اینکه نگاه بکنند به اینکه زمان و مکان اگر تغییر بکند به چه صورتی میتوانیم که اون چرا که اونها کردن در زمان و مکان دیگری هم درست همون کار رو انجام بدهیم. و مسئله اجماع هم در عالم اسلام که فقهای اسلامی با اون توجه میکنند اشاره به این مطلب دارد که تمام اون چرا که دنیای اسلام و فقها در دنیای اسلام بر اون اجماع داشته باشند، یعنی توافق جمعی داشته باشند،
اون درست هست. بنابراین اگر جامعه در حال تغییر و تحول هست، این جامعه هست که باید تغییر بکند و خود را مطابق بکند با دین، نه اینکه این دین هست که باید پویا بشود و تکامل پیدا بکند و خود را مطابق بکند با شرایط روز و زمان. بنابراین نگاه سنتگرایان بنیادگرا نسبت به در واقع سنت به این صورت هست. دسته دیگر کسانی هستند که به متون مذهبی توجه میکنن و به آیات مثلا کتاب حضرت مسیح یا کتاب قرآن یا کتاب اقدس فرقی نمیکنه، هر کدوم از آثار الهی هر کدوم از ادیان به همون فقط متمسک میشن و فقط همون رو مطلق میدانند و اون رو مورد توجه قرار میدن، که این رو پیشتر عرض کردم. فقط یک نکته رو من در اینجا ضروری میدونم عرض بکنم، خواهش میکنم، و اون این که وقتی میگوییم جنبه اطلاق یا مطلق بودن و خطا ناپذیری، مقصود ما این هست که درست است که حقیقت یکیست و تعدد قبول نمی کند، لذا حقیقت جنبه اطلاق دارد، ولی اون چرا که ادیان مطرح می کنند جلوه هایی از اون حقیقت هست و اون چرا که ما در جوامع مبتنی بر زمان و مکان مشاهده می کنیم جلوه هایی از حقیقت هست. و مطلقاً تنها چیزی که می توانیم بگوییم اطلاق بر اون حاکم است این است که اساساً این حقایق یا جلوه های ظهور این حقایق حتما نسبی هستند. یعنی تنها اصل مطلق همین است که جلوه های ظهور حقیقت نسبی هستند نه مطلق. بنابراین در زمان و مکانهای مختلف میتوانند که خطاپذیر هم باشند و اگر از اون زمان و اون مکانی که باید در اون قرار بگیرن شما اشاره می‌فرمایید، بله، خارج بشوند میتوانند خطاپذیر باشند. ضمناً حتی اگر در محدوده دینی و زمانی و مکانی خودشون هم قرار بگیرند، بسته به این که ما اونها رو در کنار هم دیگر نگذاریم، یعنی در یک بافت قرار ندهیم، اون تصویر کلی رو نبینیم، بله، خطاپذیر هستند. یعنی ما مشاهده میکنیم نتایج اون رو. یک مثال برای شما خواهم زد. بفهمید. ببینید، به عنوان مثال، این مثال رو من از آثار بهایی برای شما میزنم. شما اگر که نگاه بکنید به آثار بهایی، ملاحظه میکنید در جای حضرت بهاءالله اشاره میکنند به اینکه بدون اراده خداوند برگی از درخت نخواهد افتاد. بله. این یکی از این مطالبی است که میفرمایند. در جای دیگری میفرمایند که هر انسانی هر اونچه را که بکند به او اختیار داده شده و به تجلی اسم یا مختار انسان خلق شده و انسان مورد بازخواست قرار میگیرد به جهت اونچه که میکند. حالا اگر که این دو رو جدای از یکدیگر در نظر بگیرید، پرسش اینجاست که اگر بدون اراده خداوند، بدون اراده او برگی از درخت نخواهد افتاد، پس هر آنچه که شر و بیچارگی است که بشریت در دام اون گرفتار هست، اراده خداوند است. چون بدون اراده او چیزی نخواهد شد، بدون اراده او اتفاقی نخواهد افتاد. پس چگونه است که او در جای دیگری میگوید که به تجلی اسم یا مختار انسان خلق شده است، و چگونه است که از انسانی که دارای اختیار است حساب پس میکشد، اما در جای دیگری میگوید همه چیز اراده من هست. به همین ترتیب شما در آثار ادیان دیگر هم چنین چیزهایی رو مطالعه میکنید و مشاهده میکنید. اینجاست که اگر به دید بنیادگرایانه بخواهیم نگاه بکنیم یا دید خودمون رو وسیع نکنیم، به اشکال برمیخوریم. نکته‌ای که من عرض کردم که باید همه آثار الهی همه ادیان رو در یک بافت کلی مشاهده کرد همین هست. یعنی اینکه یک بخشی از یک بیان رو نگیریم و بخش‌های دیگر رو رها بکنیم، که در حقیقت این خودش اصل تفکر بنیادگرانه هست. بله، محدود کردن. بله، محدود دیدن. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه خانم یزدی. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از دعوت شما. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، ما گفتگومون تموم نشده. در حقیقت این موضوعی هست که یه خورده لازمه بیشتر در موردش صحبت کنیم. بنابراین از شما عزیزان دعوت میکنم که هفته آینده همچنان با ما همراه باشید و ادامه این گفتگو رو ملاحظه کنید، و اگر پرسش هایی رو دارید حتما برای ما بفرستید و با ما در تماس باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.